خدا که عاشقم مست امام صادقم، با تو که باشم دیگه غمی ندارم، سرم و روی پاهای تو میذارم، با تو که باشم. جهل بشر از دانش تو کاسته شد، آینه علم از تو پیراسته شد، از گلشن وحی بس که گل پاشیدی، گلزار علوم از تو آراسته شد. با یاد خدایی که مالک نهایی تمام مخلوقات است، سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان محترم و عزیز کتابی برای مطالعه. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه. امام جعفر صادق علیه السلام که ششمین پیشوای جهان است و مشهور به رئیس مذهب جعفری، امامتش مصادف بوده با اواخر حکومت بنی امیه و اوایل حکومت بنی عباس. جامعه اسلامی در زمان آن حضرت از نظر سیاسی اجتماعی با فراز و نشیب‌ها و تحولات مهمی روبرو بوده. بعد از امام سجاد علیه السلام که بنی امیه رو به ضعف نهاده، فرصتی پیش اومد که امامان معصوم تونستن نخستین دانشگاه اسلامی و بزرگترین آکادمی علمی اون روز رو بنیاد نهاده و شاگردانی رو بر اساس تقوا و تخصص در همه رشته ها تربیت کنند. تأسیس این دانشگاه به دست امام محمد باقر علیه السلام آغاز و توسط امام جعفر صادق علیه السلام تکمیل گردیده. از مهمترین امتیاز این دانشگاه مسئله تخصص و تربیت متخصص و استقلال سیاسی بوده. اما شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام و این دانشگاه بزرگ منحصر به شیعیان نبوده، بلکه پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب آن حضرت برخوردار می شدند. پیشوایان چهارگانه اهل سنت بلا واسطه یا با واسطه شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام بودند. مناظرات امام صادق علیه السلام با بزرگان دانش‌های گوناگونی مثل پزشکان، متکلمان، فقیهان، منجمان، صوفیان و دیگر دانشمندان، به ویژه مناظرات ایشون با ابو حنیفه مشهور و در منابع شیعه و اهل تسنن ثبت شده. احمد ابن علی تبرسی در کتاب الاحتجاج مجموعی از مناظرات امام صادق علیه السلام رو گردآوری کرده. امام صادق علیه السلام به منظور ارتباطات بیشتر با شیعیان، پاسخ به سوالات شرعی اونها و دریافت وجوهات شرعی و رسیدگی به مشکلات شیعیان، سازمان وکالت رو تشکیل داده. در زمان امام صادق علیه السلام فعالیت قالیان گسترش یافت و امام صادق علیه السلام به شدت با اندیشه غلو برخورد کرده و قالیان رو کافر و مشرک معرفی کردند. دانشگاه بزرگ امام صادق علیه السلام نوشته علامه علی اکبر مهدی پور و ناشر اون مجله مکتب اسلامه. حجت الاسلام علی اکبر مهدی پور نویسنده، اندیشمند، محقق، خطیب، استاد حوزه امام جمعه و جماعت سابق مسجد ایرانیان مقیم استانبول. در مصاحبه هایی که با روزنامه ها و مجله های مطبوعاتی استانبول انجام داده، به معرفی نکات برجسته تفکر شیعی پرداخته. در این مصاحبه ها گروه های بسیاری از روشنفکران اهل سنت را با معارف شیعی آشنا و جذب نموده. از جمله آثار این علامه بزرگوار هم اجساد جاویدان، قدیر در گذر زمان، پیامبر پایه‌گذار تشیع، مرقد عقیله بنی هاشم، رجعت یا دولت کریمه خاندان وحی می باشه. بریم با هم بخشی از کتاب دانشگاه بزرگ امام صادق علیه السلام رو ببینیم و بشنویم. کتب اربعه. احادیث فقهی امام جعفر صادق علیه السلام را جمعی از یارانش جمع آوری کردند که به صورت 400 کتاب در آمد و به اصلهای 400 گانه معروف گردیده است، که قسمت اعظم آنها 4 کتاب معروف شیعه است. این کتاب ها از معتبرترین کتب فقهی شیعه است.
این چهار کتاب که به کتب اربعه معروفند، اصیلتر و معتبرتر از شش کتابی است که در میان اهل تسنن به صحاح سته معروف است. میراث گرانبهایی که در هر رشته ای از رشته های علوم از امام صادق علیه السلام به یادگار مانده است، از هر جهت غنی و پرمایه است و پایه های آن بر اساس تجزیه و تحلیل عمیق علمی و ابتکار و تحقیق وسیع فرهنگی استوار است. در چهار کتاب تفسیر و فقه و کلام محدود نبوده، همه شؤون زندگی را از ساده ترین مسائل زندگی تا پیچیده ترین معمای جهان هستی در بر می گیرد. همین جامعیت یکی از امتیازات دانشگاه امام صادق علیه السلام بر همه دانشگاه های موجود در سراسر جهان می باشد، به طوری که گفته شد در این دانشگاه 500 رشته تدریس می شده است. رقم 500 با توجه به موقعیت زمانی برای هر محققی شگفت انگیز و حتی برای برخی باور نکردنی است. از دیگر امتیازات این دانشگاه مسئله تخصص و تربیت متخصص بود. اگرچه در قرن 20 و در عصر تفکیک رشته ها و دوران تخصص هنوز این مسئله برای برخی حل نشده است، ولی 14 قرن پیش امام صادق علیه السلام مبتکر این مسئله بوده و تربیت متخصص عنایت خاصی قائل بوده و دانشگاه امام صادق علیه السلام نخستین دانشگاهی است که تخصص و تقوا را به هم آمیخته بود. آموزگار مکتب اثناعشر تویی، آینه خدای در این بحر و بر تویی، آن سروری که در عوض ناسزای خصم پر کرده کیسه اش همه در رو گوهر تویی. شما بیننده های عزیز میتونید با مراجعه به کتابخانه دیجیتالی قائمیه به آدرس new.ghbook.ir به هزاران نسخه دیجیتالی کتاب ها با عناوین و موضوعات مختلف به صورت رایگان و در فرمت های مختلف انواع تبلت، اندروید، iOS و ویندوز فون دسترسی پیدا کنید. موفق و پایدار باشید و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار. مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه www.ghbook.ir